پیش از این وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای اشتراک در مراسم تدفین جنرال محی‌الدین قوری و جگران عبدالواسه پیلوت قوای هوایی اردوی ملی به ولایت هرات آمده بودند. روز پنجشنبه نیز رئیس جمهور محمد اشرف غنی شخصا به هرات آمد و بعد از ادای احترام به پیکر این دو مقام اردو، تابوت جنرال قوری را به دوش کشید. رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با بازماندگان این دو نظامی افغان در حضور شماری از بزرگان قومی، نمایندگان مردم در شورای ملی، شخصیت‌های جهادی و والیان زون غرب، جنرال قوری را یکی از نظامیان مورد اعتمادش خطاب کرد و از تجدید عهد با خانواده‌های شهدا و حمایت با آنان سخن زد. رئیس جمهور غنی همچنان به جنرال محی‌الدین قوری رتبه دیگر جنرالی و به جگران عبدالواسه رتبه دیگر منی را تفویض نمود. او قهرمان های زیاد به افغانستان داده و قوری سر یکی از این قهرمان ها بود که یادش همیشه گرامی را بخونه. ولی سر در قسمت ما توجه خواستین، تعهد ما است که پشت خانواده های شهیدا مسئولیت اساسی خواهد گشتیم و احترام از اینا دامدار خواهد. یکی از وظایف عمده ما رئیس سرقماندان اعلی است که ماوار ارقام شهیدان بررسی کنم و بگویم و ببینم و اطمینان پیدا کنم که برای خانواده از اینا توجه کنم. از سوی دیگر تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان جان باختن این نظامیان افغان را ضایعه بزرگ به قوای دفاعی این کشور عنوان کرد. وزیر امور داخلی افغانستان گفت نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور بعد از این به صورت مصممتر در میدانهای نبرد با حراس افغانان به مبارزه خواهند پرداخت. و این دشمنان مردم افغانستان بدانند که با شهید شدن همچه قهرمان ها و همچه فرزند های رشیدی کشور و هیچ وقت دشمنای افغانستان و این توان را نخواهد پیدا کردن که با پیروزی به اهدافی را که دارند و نائل آیند، بلکه کسانی هستند و فرزندای دیگه ای از این کشور هست که رای او قهرمانا را و رای او راد مردایی که به خاطر دفاع از وطنشان جان شیرین خود قربان میکنند رای از اونا را تعقیب کردن. هلیکوپتر حامل جنرال محی‌الدین قوری و شماری از مقام‌های محلی ولایت بادغیس عصر روز سه‌شنبه در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب بادغیس دچار نقص فنی شد و از فاصله 30 متری در هوا به زمین سقوط کرد. در این سانحه جنرال محی‌الدین قوری و یک پیلوت کشته و دست کم 10 تن به شمول رئیس امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی بادغیس زخم برداشتند. از جنرال قوری به عنوان یکی از قاطع‌ترین قماندانان جنگ در افغانستان یاد می‌شد که پیش از این رهبری جنگ با حراس افغانان در ولایت‌های چون هلمند، کندوز، فراه، قرب، بادغیس و هرات را بر عهده داشت. جنرال محی‌الدین قوری پس از آنکه تاج محمد جاهد به حیث وزیر امور داخله گماشته شد، رهبری قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان را به دوش گرفت. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، هرات.